در روز جهانی ریشه‌کنی فقر، آمارها نشان می‌دهد که حدود 30% از جمعیت ایران، یعنی حدود 26 میلیون نفر، زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که تعداد افراد برخوردار در بالاترین سطح ممکن به 246 هزار نفر رسیده است. توجه شما را به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده جلب می‌کنم. 17 اکتبر روز جهانی ریشه‌کنی فقر فرصتی است تا نگاهی به وضعیت فقر در ایران بیندازیم. کشوری که با وجود منابع غنی همچنان بخش بزرگی از جمعیتش زیر خط فقر قرار دارد. طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا سال 1400 نرخ فقر در ایران به 30% رسیده است. این یعنی حدود 36 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. آمارها نشان می دهند که از سال 1390 تا 1400 11 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است. با اینکه ایران از منابع طبیعی و ذخایر عظیمی بهره‌مند است، همچنان بخش قابل توجهی از جمعیت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. در سال 1401 خط فقر به درآمدهای زیر 20 میلیون تومان رسید که نشان دهنده وخامت وضعیت معیشتی مردم است. در مقابل این آمار نگران کننده، طبق گزارش ها تعداد میلیونرهای دلاری ایران به 246 هزار نفر میرسد، یعنی 4 برابر ترکیه و 3 برابر مصر. این شکاف طبقاتی گسترده و افزایش تعداد میلیونرها در کنار گسترش فقر تصویری متناقض و تلخ از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می دهد. با وجود تلاش های بین المللی برای کاهش فقر، چالش های ساختاری و اقتصادی همچنان مانع از دستیابی به این هدف در ایران شده است. این شکاف طبقاتی گسترده تناقض تلخ از وضعیت اقتصادی ایران را به تصویر می کشد.